به نام خدا، خانم ها، آقایان، بیننده های عزیز تلویزیون و شبکه نسیم، خوش آمدید به بگو بخند و سلام. عید شما مبارک، ماه رمضان مبارک. عزیز دلم خوش اومدین. ما خیلی از مهمونامون خانواده هستن، بچه های گل، پدر مادرها و عزیزان، همگی خیلی خیلی قدم چشم ما گذاشتید. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید همیشه و مخصوصا الان اینجا در کنار شما به همه خوش بگذره و مخصوصا داورای عزیز و محترم که به شما هم عرض ادب میکنم. خانم سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما، بینندای خوبتون، دوستانی که اینجا تشریف دارن و داوران عزیز. امیدوارم که امسال سال خوبی باشه برای همه، فقط شادی باشه، دیگه غم نبینیم. ایشالله. متشکرم آقای خمسه. خوش آمد گل، وزان خوشتر نباشد که در دستت به جز ساغر نباشد. زمان خوشدلی دریاب، دریاب که دائم در صدف گوهر نباشد. این ایام رو دریابید. خیلی مبارک ممنون. باشه. خیلی ممنون. بله خانم نظام دوست خیلی به شعر علاقه من شده. هر کی شعر میکنه استقبال. آقای شکیبای عزیزم. بله انشالله که شاد پیروز یه ماه مبارک، مبارکتر از همیشه داشته باشید و سالی بهتر از هر سال. زنده باد. متشکرم. و شهاب عزیز سلام علیکم، حالتون چطوره؟ عیدتون مبارک باشه. خوشحالم که اینجا. متشکرم ازتون. خیلی ممنون از همه و امیدوارم که شب شب خوبی باشه. تو قسمت پیچیده ای هم هستیم از نظر حساسیت مسابقه، چون کسایی که امشب اینجا هستن مثل بعضی از شبایی که کم کم دیگه داره تعدادشون هم بیشتر میشه، زبده ها و برنده هان و خیلی داورا سختگیرتر و مویتر دارن نگاه میکنن به قضیه. فاصله هاشون هم همینجوری موییه با هم دیگه. کار پیچیده است، سنگین. عقبیم، دست بزنید بریم سراغ برنامه. خیلی مخلصم، امیدوارم که بگو بخند و نگاه کنید. اگر که از تلویزیون میبینید که خیلی افتخار میدید، ولی ما علاوه بر اون در هر جایی که فکرشو بکنید از فضای مجازی هم صفحه داریم. آدرس اونم که الان هم من میگم هم زیرنویس میشه اینه: بگو بخند آندرلاین تیوی. مثلا تو بله یا تلویزیون میتونید تیکه های جدا شده برنامه اون با مزه‌هاش هم ببینید و همه جا هم برای ما نظر بذارید و صفحه‌هامون رو دنبال کنید و خیلی لطف میکنید. متشکرم از اینکه با بگو بخند هستید. سلام. سلام. نام؟ پوریا. نام پدر؟ جعفر. تیکه کلام پدر؟ زکی. به به، عالیه. امروز از کدوم داور میترسی؟ از هیچکی. برای چی؟ چون همشون باحالن. خیلی خوبه. چرا دستمال قدرت داداش کایکو تو جیب خودش نبود؟ آره. یک کیلو آهن سنگی تر یا یک کیلو پنبه؟ درست. همه رو داری جواب میدی. خیلی هم خوب داری جواب میدی. شکر. بگو که چرا دایناسورها منقرض شدن؟ خیلی اطلاعاتش بالاست. شکر. تو حتماً اول میشی. قربونتون برم. ما خیلی دیرم شده ضبط داریم. اجازه دارید؟ خدا حافظ. این کنم. این وری برو. قربونتون برم. سلام جان احمدی. یا ابلفا. مسلوم شده. آروم باش. آروم بگی. باش. اسم بابات چیه؟ این چه سوالی بود من پرسیدم. تیکه کلام بابات چیه؟ گم شو بیرون. اینو میگه همیشه بهت؟ آره بابای تو بهت نمیگه؟ نه. چرا؟ ما خیلی با احترام هم حرف میزنیم. آه یعنی با احترام میگه گم شو بیرون؟ نه. بفرما گم شو بیرون. نه. خواهش اصلا بفرم... منو بیرون نمیگه. بذار من سوال اینجا فقط من سوال میپرسم. آره اینجا فقط من سوال میپرسم. بگو که امروز از کدوم داور میترسی؟ علیرضا خمسه. چرا؟ نمیدونم. باشه اسم اولی دوست توی زمان دبستان چی بود؟ یوسفی. یوسفی. مسخره ترین دلیلی که واسه پیچوندن دوستت آوردی؟ زیر دوش عمومم. چرا دستمال قدرت داداش کایکو تو جیب خودش نبود؟ چون مامانش رسته بود. یه ضرب المثل بگو توش از خنده استفاده شده باشه. خنده بر هر درد بی درمان دوایی است. به به، یک کیلو آهن سنگین تره یا یک کیلو پنبه؟ قطعا یک کیلو پنبه سنگین تره. تو اول میشی. برو خونه. چقدر دور بودی؟ سلام. از نزدیکتر نمیشد. سلام. نام؟ نیما.
نام پدر؟ مرتضی. تیک کلام پدر؟ نیما. چرا؟ چیکار می‌کنی؟ از بچگی اینو یادم میاد. امروز از کدوم داور بیشتر می‌ترسی؟ از داور خیلی نمی‌ترسم. برنده بشی اول به کی زنگ می‌زنی؟ من زنگ نمیزنم دیگه، خسته میخوام برام خونه. واقعا میگی؟ آره. به نظرت یک کیلو آهن سنگین تر یا یک کیلو پنبه؟ هیچ کدوم. خب بگو که چرا دستمال قدرت دانشگاهی کو تو جیب خودش نبود؟ توش راه خوب میافتد دیگه. یه جمله با صدای پاتریک برامون بگو. با صدای پاتریک چی میتونم بگم آخه؟ بلد نیستم. یه بار دیدم. پاتریک مناطق فلک زده. خیلی متشکرم ازش. سلام عرض میکنم. سلام علیکم. عرض کنم خدمت شما که تیکه کلام پدرتون چیه؟ موضوع روزه ندارم. امروز از کدوم داور میترسید؟ از بعض موقع از آقای شمسی. امشب بریم محل بعد برنده بشه، اولین نفر به کی زنگ میزنید؟ به همسرم. چرا؟ که بهم تبریک بگی. آره خب، چرا دستمال قدرت داداش کایکو تو جیب خودش نبود؟ چی؟ چرا دستمال قدرت داداش کایکو تو جیب خودش نبود؟ چون جیب نداشت. راست میگه. ها؟ جیب نداشت واقعا. سه بار پشت هم بگید زیره ریزه میزه از زیر میز میریزه. 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 آفرین، تمرکزتون بالاست. آرزو موفقیت میکنم در مسابقه. قرمه سبزی مامان پس یا پیتزا؟ قرمه سبزی مامان پس. یک کیلو آهن سنگین تر یا یک کیلو پنبه؟ مساویه. یه ضرب المثل بگید توش از خنده استفاده شده باشه. خنده بر هر درد بی درمان دواست. همه تون همینو میگید. خنده بر هر درد بی درمان دوا نیست. به بچه فیل میگن کره فیل یا توله فیل؟ هیچ کنه. چرا؟ یعنی فیل چه؟ فیل چه خوب بود، آفرین. و اینکه مسخره ترین دلیلی که واسه پیچوندن دوستتون آورده چی بود؟ این معمولا سرگرار میرسم سر موقع. درود بر شما. احتمال صدا ان شاء الله. یا همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. بعض وقتا اتفاق که میفته مصیبت، هزینه هاش زیاده و آدم میگه که چقدر راحت میشد که قبلا با یه سری رعایت ها مثلا توی این دام نمیافتادیم، توی این دردسر نمیافتادیم. اینا نه تنها برای حوادث و مریضی ها و اتفاقاتی از این دسته، برای همه مصرف انرژی هم هست. بعض وقتا میشه درست مصرف کرد، بهینه مصرف کرد تا اتفاقایی مثل خاموشی، مثل محدودیت هایی که نبودن مثلا برق به وجود میاره نیفته. مصیبت هایی بعضی وقتا نبوده برق به بار میاره که باور نکردنیه، ولی میشه تو این مصیبت ها نیفتاد. فقط یکم بهینه تر مصرف کنیم، چراغ خونه همه روشن باشه با رعایت کردن تک تکمون. ممنون. میخوایم براتون جوک لوس تعریف کنیم دوباره. هر کی بخنده سوخته، سه بار به سوزه تموم میشه، سه بار به جوزم باخته. باخته. یه روز عرق بیدمشک دیر میرسه خونه، ببینه شاتره و بچه نیست. بله. یه روز یه آقای یه نفر یه طرفی میره بیرون تاب بخوره، پولش نمیرسه فلافل میخوره. یه روز یه مرده میره در مغازه‌شو باز درختو زمانی که نهالن به جای ریشه چی دارن؟ نهالن نه تحریش. ببینی میوه ها وقتی آبروشون میره چی میشن؟ خار و شلیل. یه روز یه تخم مرغه به یه مرغ که مادرش بوده میگه من میخوام برم بیرون، میگه باش ولی زود برگرد شونه. جنگ جهانی سوم میتونست اول باشه ولی جایزه کفش میخواست. آفرین، خیلی خوب بود. برو حال تو باید دو من یه دونه. میدونی فرق کلاب چیه؟ چی؟ این بالش از اون بالش مساوی تره. چی شد؟ روز دو نفر میرن لایه و دو اوزون رو بدوزن، اون کیه چه خب لایه اوزون رو بدوزن، بعد میدوزن میرن بیرون موندن، باید باز کردن رفتن تو، دوباره اومدن بدوزن، دوباره بیرون موندن، رفتن دوباره بیرون. میدونی
میدونین چراغ راهنمایی بعدش کجا میرن؟ بعدی کجی؟ بعد چی هستن؟ میدونین چراغ راهنمایی بعدش کجا میرن؟ میرن دبیرستان. من بگم یه دونه؟ میدونی گاز و ترمز رو با هم بگیری چی میشه؟ اسکرین شات میگیری. کلاش تنها میمونه. گناه داره دیگه. طرف میخواستن اعدامش کنن، بهش میگن که وصیتی حرفی چیزی واسه آخرین بار نداری آقا رفی؟ طرف میخواستن اعدام کنن یا آقا یا آدم یا یه نفری خواستن اعدامش کنن، میگن حرفی سخن چیزی واسه آخرین وصیتت نداری. میگه چرا؟ میگن میگه تو رو خدا اجازه بدی نوه‌مو ببینم. میگه نوه‌شو بیارم. این نوه نوه چی کاره؟ چی من زن نگرفتم؟ یعنی زن ندارم بچه شوشه؟ بعد بچه ها میشه نبیم؟ میدین که چرا زنبورا گل میخورن؟ جان؟ آمان که میتونم بخواه زنبورا میدین چرا گل میخورن؟ چون دروازه بانشون ضعیف. یارو رو داشتن اعدام شدن. چقدر تو که دار؟ شما برو برو. اوه کارگردانمون رو من کارگردان دوش بسید. یه آقایی توی خیابون تو جاده داشته با دوستش میرفت، بعد یه روباه میاد وسط جاده، روباه رو زیر میکنه، رو پیشه چرا این کار کردی؟ میگه اگه این کار نمیکردم گولمون میزن. یکی تصویف میکنه پاهاش قلم میشه، پاهاش رو برای کلاس نقاشی. قشنگ بود، خلاکی باختی که همینجوری قشنگ بود، قشنگ بود باختی. من آقای رفی ببخش ایچیا باخت. متشکرم. شب زیباتون بخیر. الان یک هنرمند جوان برامون اجرا میکنه، استنداپ کمدین هست و امیرحسین جان احمدیه که تو مراحل قبل هم همیشه به قول خودش تو گروه مرگ بود. نمیدونم فقط چرا حظ نمیشه. ایشالا یه دستی به دست هم دیگه بدیم، هولش بدیم سمت بیرون. آقای جان احمدی رو تشویق کنیم. دست بزنید شادی کنید، امشب شب عید بوده. دست بزنید شادی کنید و امشب شب عید بوده. میدونم که همه گشنه اید، الان منتظرید که برید شام بخورید، ولی خواهش میکنم کمک بکنید. من حقیقت مطلب اینه که دو فصل میام، انرژیمو میذارم و هیچ اتفاق نمیفته. خسته شدم خودمم از این وضعیت. بابام گفته دیگه رات نمیدم و خیلی وضع عجیبیه. سانتافه به شماره 56 سم دم در پارک کرده. لوازم ایاب زحافم آماده است سر قبر. ایشالله همه تون تشریف داشته باشید، ولی امروز کاری بکنید واقعا من تو خونه جام باشه. به افتخار خودتون. دیشب رفتم پیش بابام، گفتم بابا سلام. دم ناراحت نشسته رو مبل. گفت سیگار داری؟ گفتم آره. گفت فندک هم داری؟ گفتم آره. گفت فندک تو جیبت میذاری؟ گفتم آره. گفت به حتما سیگاری. گم شو برو بیرون. گفتم بابا این فندک فندک خاصی نیست، فندک ساده ایه. گفت ساده نیست احمق، اتمیه. چیکار داری با خودت میکنی؟ اصلا وضعیت این شکلی نیست. و من انداخت بیرون. من رفتم پیش بابا بزرگم، گفتم بالاخره مسن ها باید ما رو نصیحت کنن. بابا بزرگم گفت چی میخوای چته؟ برو چند تا چوب کبریت بیار. گفتم بابا بزرگ دوباره اون نصیحت تکراری که چوب ها و اینا. گفت نبلا میخوام سیگارم رو روشن کنم. رفتم چوب کبریت آوردم، سیگار رو روشن کرد. گفت چته؟ گفتم به این بابا بزرگ من پول ندارم، کار ندارم، دو فصل میرم بگو بخن و هیچ اتفاقی نمیفته. تحلیل ها نشون میده که وضع اقتصادی خوب نیست. گفت اسمت چی بود؟ گفتم امیرحسین. گفت امیرحسین زر نزن. بعد تعجب کردم، گفتم چه حرفی بابا بزرگ میزنی؟ گفت به این پسرم پول خوشبختی نمیاره. میاره؟ گفتم نه. گفت پول زندگی رو به سامون میرسونه؟ گفتم نه. گفت تو خیال کردی پول باشه من جوون میشم؟ گفتم نه بابا بزرگ، متاثر شدم. گفتم درست میگی، پول هیچ کدوم اینا رو نمیاره. گفت اسمت چی بود؟ گفتم امیرحسین. گفت امیرحسین زر نزن، پول همه اینا رو میاره، ولی ما الان نداریم، بدبختیم. داشته باشیم همش جوره. اعصابم خورد شد. گفتم با اجازه بابا بزرگ من یه قلوب چای بخورم. خوردم. گفتم واقعا خستم دیگه، حوصله بی کسی و بی پولی رو ندارم. گفت اون که رفیق با پولیت باشه رفیقه، اونی که رفیق بی پولیت باشه کس نیست، ناکسه.
تو نگاه کن برنامه بگو بخند. آقا علیرضا خمسش اینجا چیکار میکنه؟ بچه تهرون خوب. آقا شاب عباسی اینجا چیکار میکنه؟ گفتم با اجازه شما یه دو قلاب دیگه. گفت دو قلاب دیگه چی کلم بروکلی؟ میدونی این چای چقدر برام تموم شده؟ ولی من یه کاری میکنم، یه سال و روز و ماه رو قرار میذاریم، چه بارت بار شد، چه هیچ گلی به گوشه جمالت نتونستی بزنی، دیگه من تو رو نبینم. بعد همه این بدبختی ها دوستان از بد به تولد شروع میشه. ما اعتقاد داریم بندناف بچه هر جا بیفته آینده بچه همونجاست. اگر بندناف من رو دوستان بکستیج پیدا کردید اینجا بود، حتما به من تحویل بدید. ماله یه درم فکر کنم انداختن تو سفره ما، الان آینده خودشون و هفت جد و آبادشون تو سفره ماست. بعد اصلا یه مقوله باب شده آقازاده، من اینو نمیفهمم. یعنی آقازاده چیزی شبیه همراه بیماره، هیچ کاری نمیکنه، فقط میخوره میخوابه. بعد اینا جدیدن زدن تو کارهای انگیزشی. یه کدومشون چند روز پیش تو فضای مجازی کلیپ گذاشته بود که اگر میخواین موفق بشین ساعت 5 صبح بلند شین و در صف موفقیت قرار بگیرید. منم گفتم تکنیک باحالیه، فردا ساعت 5 صبح بیدار شدم، دیدم همه جا تاریک. پس صف موفقیتی نبود، یه صف دستشویی بود که بابام جلوتر از من رفته بود، من وایسادم بابام بیاد بیرون. اصلا صف موفقیتی اینجا نیست. رفتم پیش رفیقم گفتم چجوری پولدار شم؟ گفت ببین اگه میخوای پولدار شی باید با آدمای پولدار بگردی. منم سوار موتورم شدم پیچیدم جلوی ماشین شاسی بلند پولداری. اومد بیرون با تیر دوتا زد به پام. گفتم این چه کاریه میکنی؟ گفت ابله، ماشین حمل پول پول توش هست ولی رانندش آدم پولداری نیست. فهمیدم مسیر رو اشتباه رفتم. یکی از دوستانم گفت برو مدیر شو، ولی اصلا به ذات ما نمیخوره مدیریت. ما تو فامیلمون یه مدیر کانال داریم تو فضای مجازی و بابام که چند سالی مدیر ساختمون بود که اونم تو انتخابات بعدی شکست خورد و قبولش نکردن. سر چی؟ دو تا تخت شاسی بلند و بلند کرده بود برای خواهرم. بعد اینا هی میومدن میگفتن شفافیت شفافیت. بابای منم یه بار رفت بهشون شفاف گفت پول ساختمون و خرج سرامیکای دستشویی کرده. من نمیدونم چرا اینا شفافیت رو قبول نکردن و با ما برخورد بدی کردن، پول دوست شدن مردم. این مقوله رو هم گذاشتم کنار، گفتم به عرفان‌های جدید رو بیارم، انرژی درمانی، باز کردن چاکرا. یه شماره پیدا کردم زنگ زدم گفتم میخوام چاکراهامو باز کنم. گفت فنر بلند بیارم یا فنر کوتاه؟ گفتم نه چاکراهام. گفت چاکرا چیه؟ گفتم آقا ولش کن، قطع کرد. یه شماره درست حسابی‌تر پیدا کردم، واقعا این کاره بود. رفتم پیشش گفتم واقعا چاکراهای منو باز کن. یه نگاه کرد گفت عزیزم همش بازه. گفتم پس اگه میتونی یه کاری کن همه رو ببندن و بستن. چند روز پیشم رفتم داروخونه امتحان آخرمو بکنم. گفتم آقا یه قرص آرام بخش به ما بده بخوریم لااقل آرام بگیریم. گفت نمونه خارجیشو دارم، عالی، میخوری، آرامش مطلق. گفتم همینو بده. گفت نداریم، تولید داخل هست. گفتم بیا. رفت برگشتم دو تا قرص آورده، آبی و قرمز. گفت کدومو میخوای؟ گفتم چه فرقی داره؟ گفت اینا هیچ فرقی نداره، برای تنوع رنگ بندی کارخونه میزنه مردم استفاده بکنن. تو خود چی میگی این حرفا؟ چی اصلا به درد نمیخوره؟ جدی داری میگی؟ گفت آره همینه دیگه. اومدم بیرون گفتم آقا اینا رو ولش کن، بعد برم توی فضای آزاد بشینم. رفتم تو پارک نشستم، ریلکس کردم. اصلا من شاد شدم، خندیدم، انرژیم رفت بالا. آخ اصلا خیلی حال میده بگو بخندم. همتون گرم، چه برنامه باحالی، ما چقدر خوشبختیم، به افتخار خودتون. امیرحسین جان احمدی عزیز که اجراشو با هم دیگه دیدیم و داورا هنوز نظرشونو حداقل با چراغ مشخص نکردن. من اجرای امیرحسین رو دوست دارم امیرحسین، ولی میدونی خیلی انتقادی بود اجرات، ولی اینکه خنده نگرف امیرحسین جان. چرا؟ ما دیشب خیلی با هم صحبت کردیم، یادته؟ اینکه ببین متنی رو باید میآورد اینجا که یه ذره بخندن. این چالش این که آره واقعا نیاز داریم به انرژی مثبت و اینکه زندگی واقعا هیچه هیچ، و اینا رو که بهش اشاره کردی همش خیلی قشنگ بود و خیلی حرف داشت توی متنت، ولی اصلا خنده نگرفت و نمیدونم هم چرا این اتفاق افتاد، ولی من اجراتو دوست دارم. کلن مسلطی، واقعا اون انرژی که میای رو صحنه قشنگ آدم میگیره چقدر میتونی خوب باشی، چقدر میتونی عالی باشی، ولی نمیدونم
بازم اصلا مرددم و اصلا میخواید چند دقیقه فکر کنم؟ میخوام یه لحظه فکر کنم. رأی نده، ما صحبت همونو بکنیم. بله. من صحبت کنم. استنداپ کمدی واقعا یه مقوله منحصر به فردیه، متکیست به یه کمدین شوخ و شیرین که ممکنه حافظه خوبی هم نداشته باشه، ولی بسیار بذله‌گوست، بسیار بداهه‌پرداز. خیلی دوست می‌داشتم به جای این متنی که ارزش ادبی هم داشت و میتونستیم میگم با من پادکست ازش استفاده کنیم، خودت میمدی و اینکه از دیشب تا الان چقدر تقلا کردی که یه جایزه از این برنامه بگو بخند ببری، حالا شده با خمسه شوخی کنی، با اون داور شوخی کنی. من ببخشید، من چراغم قرمز. خیلی ممنون. خب بله گفتم، بازم اشاره میکنم مرحله مرحله سختیه. همه بچه‌هایی که توی مرحله قرمز میگیرن شاید خیلی راحت توی مرحله قبل سفید میگرفتن. آقای شکیبا سفید بفرم. امیر حسین یه آسیب شناسی بکنیم. ببین یه چیزی نیازه، اونم مخاطب شناسیه. توی شعر اعراب میگفتن اسواق و شعر، یعنی بازارها، سوق یعنی بازار، چهار سو که میگن چهار سوقه بح. ما فکر میکنیم به خاطر چهار طرفشه. حالا که ببین بازار کاری که میخوای بکنی کجاست. این بازار دو جور مشتری داره تو این فضا. یکی بیننده هایی هن که من خیلی خجالت میکشم از همشون که جوری در واقع اینجا میزانسن چیده شده، صحنه جوری چیده شده که ما پشت به اونها میشینی. متاسفانه این اشکاله. انشالله برای دوره های بچه من باشم چه نباشم این اتفاق بیفته. اما ببین ما که اینجا نشستیم خودمون یه چیزهایی داریم، یه تعاریفی داریم، اما از دور قبل، از پیشتر به درست یا به غلط گفتیم کاری که نخندونه اساسا رای بهش نمیدیم. خب پس تو خیلی با این میز یه جاهایی کار نداری، با مردم کار داری. وقتی با مردم کار داری نباید توی متنت ارجاع بیرونی و سفیدخونی بذاری. تو متنت سفیدخونی داشت، یعنی یه چیزهایی رو باید میدانستیم، یه پیش زمینه هایی داشته باشیم که بتونیم بیشتر لذت ببریم. این پیش زمینه ها ممکنه با این میز مشترک داشته باشه، ولی با عزیزانی که پشت سر من نشستن اشتراک نداره. برای همین نمیتونی خنده بگیری، باید سراغ موضوعات عام‌تری بری و شوخیات رو ساده‌تر و بدون سفیدخونی بنویسی برای استنداپ کمدی. متشکرم. ولی من دوست داشتم که سفید دادن. نظام دوست رنگ چراغ شما اول رای بدید. آخه تاثیر داره دیگه. نه هیچ تاثیری نداره شما. بی تاثیر بری. جان احمدی متنتو نفهمیدم، با اینکه گفته بودی که کمک گرفتی از دوستی. ما حالا این خارج از برنامه شد بشه، بخاطر بیماری آقای روا برنامه ما پشت سر هم شد، یعنی دیروز و امروز با هم شد و مرض داشتی. نه بابا آره دیگه مرض داشت. متن دیشب و سه هفته روش کار شده بود، متن امروز رو در حد مثلا شاید یکی دو روز، چون اطلاع رسانیش تازه جمعه انجام شد. طبیعیه. دوشنبه. آره. به خاطر اینه، ولی خب در حال طبیعیه. ببین دوست داشتم که شاید اگر خط میگرفتی از سمت آقازاده ها به نظرم نگاه بامزه‌ای میشد، میرفتی که یه آقازاده شی هستن، یعنی یک سیری رو ببینیم تو داستان که داری میری آقازاده شی، چون میدونی که اونا چه امکانات دارن، چه چیزی دارن و اینا. خیلی پراکنده بود باریکلا و مشکلات اونا رو میگفت. شوخی سیگارت هم دوست نداشتم، نیازی نبود، یعنی نمیدونم میخواستی چی بکاری که چی برداشت کنی نرسیدی بهش. یه چیزی تو اجرات کمه و من نمیدونم اون چیه. ما پارسال هم همین حالت بود، یه چیزی کم بود که نمیدونستیم چی. مثلا تو یه سر اجرا همین گفتم خدایا این چی میخواد. من گفتم تو همه چی رو داری، شیرینی رو داری، مثلا تسلط رو داری، نویسنده خوبی هستی، ولی نمیدونم
چرا یک با هم رفت میدونی؟ یعنی داستان بهت گفتم، گفتم داستانی رو تعریف کن که حداقل تو توش شریک باشه، یعنی برای خودت پیش اومده باشه بتونی اونو شیرین بیان کنی. شاید اگر خطتو ببری به اون سمت و مال خود امیر حسین باشه به دل همه بشینه و لذت ببرن. با تمام این حرفایی که زدی جالبه، ما دوتا ایرادامون رو میگیریم سفید میدیم. نه خوبه، اشکال نداره. ما میگیم و قرمز. ببین من واقعا دلم نمیاد، ببخشید. نه شما هم اتفاقا خیلی وقت شده که قرمز دادی. نفسم رفته بار. من دفاع ازت بکنم. به هر حال یه چیزایی وجود داره که اگه واقعا خیلی بد باشه. بله، صدا داره. متشکرم. امیر حسین ممنون. می‌بینیم بعدش دست بزنید. ممنون از شما. بفرمایید. عیدتون مبارک. با یک بازی جذاب و هیجان انگیز و یه مقداری خشن اینو تو خونه انجام ندین، بادکنک‌ها رو باید بترکونن. روبروی هم وای میسن و شبیه ورزش‌های رزمی اینجوری اینجوری باید سعی کنن بادکنک‌ها رو بترکونن. خودتون رو معرفی کنید. عادل جعفرآبادی هستم. نیما سبوتی هستم. آماده اید عزیزان؟ آره. این جلو واسید. با شمارش من 3 2 1. خیلی آروم. کمشم نوه اون رو نگه کن، کمشم رو تزنم. خدا آدم آدم نیست نیست جوجو رو آلی شو. سه دو یک. پاشه درخت میده چه ازش میرفتم بالا به جان خودم. هر کی این صحنه رو ببینه احساس میکنه که اینجا آره این باخت. این باخت. اینم برد. خب همین راحتی. بریم بقیه را اول. خیلی ممنون. شاعر عزیزمون برامون اجرا میکنه که تو فصل قبلم تا فینال فینالیستا اومده، الانم با قدرت اومده، با انگیزه و گفتم من هر کاری میکنم که برم مرحله بعد. با اینکه آدم با اخلاقیه ولی گفت من فوتبالم بازی میکردم نمیتونستم گل بزنم، با لگد میزدم یا توپ رد میشد یا بازیکن. الانم همه تلاشمو میکنم. اهل وردنجانه که مال استان شمال بختیاری، همستانی منه. اونجا چند تا از شهرها آخرش جان داره که اصطلاحا میگن جون. الان گفتم جون تو کجاست؟ گفت من وردن جونم. و دست بزنه دو افتخار وردن جونی ها و احمد رفی. بفرمایید. سلام. سلام. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تاوران عزیز و بزرگوار، مجری عزیز و بزرگوار، تماشاچیان عزیز و بزرگوار حاضر در صحنه، همکاران بزرگوارمون که دارن برنامه را ضبط میکنند و همه بینندگان عزیز حاضر در منزل در خدمت شما. زنده باد. بفرمایید آقای رفیع. شعری که نوشتم در مورد مامان ها هست و یه شوخی کردم با مامان ها. با اجازه. شیرینی این زمان مامان، هر خوبی بی بهانه مامان، مامان پر از محبت گل، هرگز نشود به دوستی شل. محبوب دلم عزیز مامان، هرگز نشوی مریض مامان. هر بار که می کند مرا تاچ، با مهر زیاد می کند ماچ. جانهای همه فدای مامان، خاکیم به زیر پای مامان. شوخیست کلام من برایت، بادا همه هستیم فدایت.
مامان عزیز دشمن سوسک، بیچاره شود ز دیدن سوسک. دنیا همه می کنند تصدیق، با دیدن سوسک می کشد جیغ. گر سوسک زند به پای او خش، از شدت ترس می کند خش. مامان عزیز با محبت، در فیلم کند نظر به دقت. با دیدن رنج شخصیت ها، بس گریه نموده بهر آنها. از دست تناردیه شکار است، بر قصه کوزت اشکبار است. آخی کوزت قریب بدبخت، گیر افتاده توی کارای سخت. چون تام و جری کند تماشا، در قصه و غم شود سراپا. گه بحر جری شود پر از غم، گاه از غم تام دیده پرنم. مامان عزیز قرقرو نیست، یک ذره پی بگو مگو نیست. یک بار نداده بر پدر گیر، حتی برسد اگر که شب دیر. یک بار نگفته توی ایام، از دست تو من رسید به اینجام. در طول حیات خود سراپا، یک بار نکرده است دعوا. یک بار نگفته او به شیون، پای تو شلخته سوختم من. یک بار نگفته است ای مرد، دارم به دل از جفای تو درد. یک بار نگفته من الاغم، واسه چی نمیرم پی طلاقم. مامان گرامی معزز، بی شبه نکوترین سراشپز. در هر چه غذا پیاز ریزد، گوید به حد نیاز ریزد. بسیار شده نموده در هم، دنباله مرغ و سیر و شلغم. با هر چه که مانده است باقی، از مدت هفته اتفاقی. با چند هویج گوجه فلفل، آماده کند غذای خوشگل. کرده همه را درون همزن، با حال شبیه جنگ کردن. از بعد صدای بنیان غذا شده فراهم. بسیار غذای توپ گشته، بسیار غذای توپ گشته. با آب و پیاز سوپ گشته. مامان بزرگوار خیاط، سازد هنرش همیشه اثبات. شلوار چو گردد پاره اینقدر، یک وصله بران زده است اینقدر. البته این ایراد قافیه نیست، چون مفهوم دوتا اینقدرها با هم متفاوته. یکشون اینقدر، یکشون اینقدر. مامان گل لطیف اعصاب، گردد ز فشار کار بیتاب. وقتی عصبی شده به شدت، این گونه نموده است صحبت. مامان عزیز با درایت، وقتی شده خسته از نظافت. آنگاه بلند گردد این بانگ، دیشتینگ دینگ دارانگ دیرینگ درون تانگ. این از صدای ضعف هامان، هستند اسیر دست مامان. این از شبیه بانگ آژیر، یعنی ندهد کسی به من گیر. مامان گلم که با تعصب، با سعی و تلاش میپزد رب. قربان تلاش های مامان، این از صدای پختن آن. یعنی خدا وکیل الان انتظار داره که من صدای پختن رب با در بیارم؟ باشه، ولی باشه، چون انتظار دارید. قلوب قلوب. مامان عزیز اهل دقت، دارد به زمان خواب دقت، حتی به مکان خواب دقت. گر خارج وقت خواب باشی، باید که به هر طریق پاشی. هر گوشه خانه که بخوابی، آنجاست کثافتی حسابی. فلفل رسد به دست جارو، بیدار شوی از این صدا. مامان گلم، مامان گلم که جا و توهاش، هستند نشان کار زیباش. بعدم میگه که نکن تو قد قد، این جای اتو دیگه شده مد. مامان گلم که از رفیقان، هر جمعه گرفته چند مهمان. یک دور همی تجملی نه، مهمانی ساده گلگلی نه. از سبزی و لوبیا و آلو، حتی کلم و کرفس و کاهو. گیرند و کنند پاک با هم، یک هفته زیاد و هفته کم. غیبت بشود در آن؟ نه هرگز. یک جمله ز دیگران؟ نه هرگز. یا عمه قرقروی بدگو، آن پیرزن ورور جادو. گفتن ز چنین کسان؟ نه هرگز. غیبت بکنند؟ ها نه هرگز. یک جمله یک جمعه یکی ز جمع پرسید،
تا حالا بگو بخند و دیدید؟ مامان بگرفت بحث را دست، مامان بگرفت دست را بحث را دست، فلفور دهان جمع را بست. گفت تا پسر من اصلا آنجاست، همراه همیشگی آنهاست. فرزند گلم که هست شاعر، خوانده است همیشه شعر فاخر، خوانده است قصیده ملمع، خوانده است قصیده ملمع، یک بار نکرده است ب ب، بوده است به جمعشان موقر، یک بار نکرده است ار ار، بوده است امید و عزت ما، یک بار نکرده است ما ما، بوده است همیشه با تعهد، یک بار نکرده است قد قد، بوده است عجیب با تمرکز، هرگز نشده است بچه ام بوز، بوده است در اوج سرفرازی، یک بار نکرده لوس بازی، از جمع زنان یکی برا شفت، با خنده به مادرم چنین گفت. راست میگه شما، آره همون مرد، اون که دو ساعت اوه کرد. مامان ز کلام او برافروخت، یک چیز بگفت آن طرف سوخت، زان چیز نمانده در سخن نقش، زیرا که نبود قابل پخش. از جمع زنان کسی دیگر بود، آمد به میان این سخن زود، گفت او که بگو بخند عالی است، برنامه شبیه آن اصلا نیست، برنامه طنز با تعهد، یک ذره نگفته حرف بی خود، معیار و ملاک طنز ناب است، این گفته عیان چو آفتاب است، هر کس که ببیندش بخندد، در روی غم جهان ببندد، بس روده که گشته از کنده، مردند بسی زفرت خنده، آنگونه که در گرفت کل کل، ماندند به کار خود معطل، با دیدن صحنه یادم افتاد، دعوای جواد با خداداد. از جمع زنان زنی خردمند، آمد به کلام و گفت احسند، گفتا که به عمد گفتم احسند، چون قافیه است با خردمند. گفتا که بدان چهار داور هستند ز خوبهای کشور، خمسه است بزرگ داورانش، همواره حلال باد نانش، الگوست برای مردم ما، میزان محبتش به لیلا، در معنی واقعی هنرمند، بر باغ لبش همیشه لبخند، بوده است به وقت کار هوشیار، تا نیمه شب به کار بیدار، از هفت هنر وجود او پر، در بحر هنر شده است چون دور، از کار نگشته هیچ خسته، گر خسته شده کمی نشسته، یک بهمنی است و استوار است، الگوی تمام ما به کار است، مسئول هنرشناس دریاب این گوهر پاک و خالص و ناب، چون او به مرام و کار هشدار، هرگز نشود دوباره تکرار. فرموده سخن چنین به لبخند، یک بیت پر از شکر پر از قند، هر کس که نگوید و نخندد، آخر بشود پیاز و گندد. به افتخارش. خیلی ممنون. فرمود زنی دیگر از آنها، واسه چی نمیگید از شکیبا؟ تا روی جمیعتان شود کم، این گونه واسش غزل بخوانم، اسطوره ای از ادب شکیبا، بر نخل خرد رطب شکیبا، شعر است و یا عسل که داری این گونه به روی لب شکیبا، تخمین زدم سبیلشان هست اندازه یک وجب شکیبا، ماه رخ او زده است بیرون از زلف سیاه شب شکیبا، نام‌آور شعر دینی و بعد در طنز پر از طرب شکیبا، برده از ثواب کار خیر کار واجب، برده از ثواب کار واجب از خنده مستحب شکیبا، آبانی رازدار و فعال با رأفت و بی غضب شکیبا، در سبزی او تروب فراوان باشد مدد تو رب شکیبا. به افتخارشون. ناگاه زنی گداخت بسیار، فرمود که خواهران پرکار، پس کوش سخن از شهاب اینجا، غافل شده اید از او چرا؟ ها؟ برنامه می سازه خوشگل و تک، یک دونه اون اردک تک تک، تا کم بشود ز جمعتان رو، من نیز غزل بگویم از او، پر نور چو اختری شهاب است، از هرچه بدی بری شهاب است، بازیگر و فیلم نام پرداز، در هر دو چه محشری شهاب است، در کشف توان مستعدها استاد توانگری شهاب است، هم زاده ماه آذر و هم از مردم آذری
شهاب است، هرگز نبرید نام آرنولد. تولیدی کشوری شهاب است، کو چاره به جز سکوت وقتی در مسند داوری. شهاب است آن کس که به رغم قدرت خیش هرگز نشود جری. شهاب است کس دم نزند ز نان سنگک چون عاشق بربری. شهاب است. ناگاه بگفت مادری به افتخارشون ناگاه بگفت مادری پیر، یک جمله بگم در اوج تأثیر. فرمود زنی که موقع لر امروز همه شدیم شاعر. آخه چی شده تو این هیاهو حرفی نشد از نعیمه بانو؟ جونم بشه خواهرم نعیمه، دنیای هنر رو کرده بیمه. در سابقه اش چراغ قرمز یک بار نبوده است هرگز. حالا که شده از حرف بانو، من نیز غزل بخوانم از او. سرشار هنر نعیمه بانو، باقی پر بر نعیمه بانو. بازیگر طنز و کارگردان در هر دو قدر نعیمه بانو. در رأی سفید خود ندارد اما و اگر نعیمه بانو. هر قرمز داوران دیگر داده است هدر نعیمه بانو. در موقع حذف هر هنرمند گشته است سپر نعیمه بانو. بچم رو به رسم مادرانه گفته است پسر نعیمه بانو. آبانی عشق ورز و خوددار پرشور و شرر نعیمه بانو. فرموده یکی دیگه واسه به افتخارشون دست بزنید فرموده یکی دیگه واسه چی؟ چیزی نمیگید برای مجری؟ من هم غزلی نوشتم جور از خوبی این مجری مزبور. مجری بلا روای مایی، ای اهل صفا روای مایی. هرچند که آمدی به تهران اما به خدا روای مایی. حتی بروی اگر از اینجا روزی به فضا روای مایی. با مزگیت به دردهامان گردیده دوا روای مایی. اسفندی مهربان حساس با مهر و وفا روای مایی. ای معدن قند ویدیو چک، ای کوه طلا روای مایی. من یاد کنم همیشه از تو هنگام دعا روای مایی. به افتخارشون خیلی ممنون. آنگونه گرفت کار شدت وسوش نشود زفرت حدت. میگفت یکی که خیر نبینید، هی دوره همین میاد میشینید، هی حرف میزنید از این و از اون. موندن رو زمین کدو بادنجون. دنباله این بخوس بی خود برنامه گیس و گیسکشی شد. از بحث زیاد جمع آزرد، برنامه جمعه ها به هم خورد. مامان عزیز جای آن کار حالا شده توی شعر قهار. سبزی ندهد به تابع ایلر زیرا که دیگر شده است شاعر. در شعر اگر که سر بلند است از برکت این بگو بخند است. ای قلب تو مثل شیشه مامان، در قلب منی همیشه مامان. چون هر چه که هست و دارم از اوست، بسیار زیاد دارمش دوست. افتخار مادران. ممنونم عزیزم، ممنونم، متشکر. خب شعر با موضوع مادر رو و حال من بگم، من چون اخوانیه و بفهمشم تخصصی چیز نمی کنم، فقط کلی بگم. قشنگ معلومه که احمد اومده به جنگه، میدونی چی میگم؟ وقت گذاشت، حالا طولانی شد، یه ذره حس میکردم ریتممون افتاد کلن، ولی قشنگ معلومه داری میجنگه، یعنی وقت گذاشته، شعر نوشته، با مزم داری میگید، یه کاری میکنی به جو سفیده میشود. شهابم سفید، شهرام جانم که از قبل سفید دادم و خوام رضام دوست. خب خانم بفرم. آقای رفی که شاعر مورد علاقه منه واقعا، یعنی انقدر برای من حس خوب داره حضورتون و اینکه انقدر این شعری هم که در مورد مادر گفتین، خب به خاطر مقام زن، به خاطر مقام مادر من سفید دادم. میمونه بین داورا بنده حقیر. من شعرهای شما رو دوست دارم، اخوانیه که میخونید و همیشه جذاب و شیرینه، ولی شعر مادرتون رو اصلا دوست نداشتم. احساسم این بود که به سفارش یه مهد کودکی سروده شده، یعنی اون استحکام شعرهای شما رو نداشت از منظر من، شاید به خاطر اینکه شام نخوردم گشنمه، ولی حالا جدا از شوخی، چون تو مرحله ای هستیم که خیلی هم خطرناکه و رقابت تنگاتنگه، من یه قرمز میدم، ولی بدونید که زور سفیدا بیشتر از منه. متشکرم. آقا شکیبا شما جمع‌بندی فرمودید؟ نه من اصلا حرف نزدم. نه منظورم اینه که الان آماده شد. آره. بفرم. ببین من اول که احمد شروع کرد شعر خوندن،
نگران یک ماجرایی بودم. تو زبانشناسی ما یک اصطلاحی داریم، خودکار شدگی. ببین بعضی کلمات دچار خودکار شدگی میشوند. ما شاید مثلا 80 سال پیش کلمه شهید برامون یک معنای خیلی خاصی داشت، ولی تو یک دوره‌ای چون بسیار این کلمه استفاده شد، معناش شکل دیگه‌ای پیدا کرد. دچار اون حادثه خودکار شدگی شد این کلمه. من فکر میکردم شوخیات اینجوری میشه، چون خب دیگه این شوخی رو شناختیم دیگه، دیگه برامون عادی میشه که حالا صدا رو عوض بکنی اینا. ولی زدی تو یه جور شوخی های دیگر که من رو یاد آقای احترامی انداختی. من یه مثنوی بلندی گفته بودم، شوخی های از این دست توش داشت، به من گفت این خیلی شیوه خوبیه، من خودم استفاده میکردم، من از ابو تراب جلی یاد گرفتم و جلی میگفت این کار شیرینیه. شوخی با اتفاقات شاعری، با وزن، با قافیه، با غلط گفتن و عذرخواهی کردن بابت غلط و اینها، که تو مثنوی حسین کرد شبستری ابو تراب جلی زیاد هست. این مثنوی چند بار چاپ شد، ولی خب مجلاتی بابتش توقیف شد در سالهای پیش از انقلاب، چون آقای جلی ظاهر رو یه چیز میگفت ولی باطن چیز دیگری بود. که ای کاش ما هم تو شعرهامون به این سمت بریم، یه خورده پوشیده تر بگیم و اینها. ممنون. خوب بود. و سفید، سه تا سفید، یه قرمز. احمد رفیع عزیز ممنونم ازت، میبینیم ات به افتخار. سلام مصطفی جون، چطوری داداش؟ خوبی؟ قربونت برم. داداش این چیزا رو من پیدا نمی‌کنم، نظرات مردمی، کاغذش کجا گذاشتی سلطان؟ آ یه دقیقه واسه بزنم رو آیفون، گوشی. خب جونم داداش بگو. آقا مرتضی ببین همونجا زیر کانسر، خب یه سبد هندیکور هست توش، پر از سوپای رنگی دیدی؟ یه دقیقه واسه سبد. آره. خب حالا کنارش یه ظرف شیشه ای، اونم دیدی؟ ظرف شیشه از این بوغای سوت سوتی و اینا. آها خب زیر این دوتا، خب یه حسیر مثلا چیز شبیه کیف اینا زیر اونا. آره اونجا هم زیر اونا هم نباشه، هم دورو بره دیگه. اون حسیره رو پیدا کردی؟ نه والا حسیر بزرگیه. نه برو بگرد. آره اون پیدا کرد اونجا هست واقعا؟ آره داداش همین گفتی دیگه. خدا رو شد همش من فکر کجا گذاشتم اینا، تو خوبش کرده بودم. داداش ایسکا کردیم رو میگم، نظرات کجاست برادر؟ نه جان مرتضی ایسکا چی آقا، همش بری همون جان. من فقط اینا تو چند تا سوراخ‌خون بقایم کنم که بچه ها پیدا نکنن. خب الان یه توپ هم اینجا سبد توپ این که نیست. آره یه دونه بسکت هم هست. آره یه ظرف قرمز هم هست. ظرف قرمز خب اونم این که اونم نه. یه ظرف لیوانه اونم نه. اینا چی؟ دو تا قلدونه توش ماجیک و ایناست، اونم نه. یه سری تخت شاسی و ایناست، اونها بود که از مخاطبا میپرد، اونم نه. پوشارم بذار، حسیر رو پیدا کردی اونم بذار اون بالا که اونم نه. دیگه چیام بود؟ داداش بلش کن، اصلا بیخیال این آیتم میشه ماجی نیست. نبود؟ نه داداش. خب بذار من یه نگاه بندازم. من برگه این مزاره رو با خودم آورم، نگرد اونجا رو بلش کن. چی؟ حتی که ایسکا کرده ما رو از صبح همین. عرض ادب، امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید. بعضیا بچه دار که میشن یا وقتی که به آیندگان فکر میکنن، فکرهای بزرگی به ذهنشون میرسه. ما باید دنیا رو طوری برنامه ریزی کنیم، آینده رو طوری بچینیم که آیندگان ما، فرزندان ما شرایط خوبی داشته باشن. ولی به ساده ترین چیزها هم باید فکر کرد. یکی از ساده ترین چیزها همین مصرف انرژیه، هم در آموزش به آیندگان هم در رعایت احوال آیندگان. ما باید نکته های مهمی که مربوط به صرفه‌جویی در انرژی رو یادمون باشه و بهشون یادآوری کنیم. گاز یکی از اوناست.
اگه به فکر آیندگانیم، هم بهشون یاد بدیم که چطور مصرف کنن، هم خودمون درست مصرف. باز دوباره اومد عید نوروز، باید که بشم من حاجی فیروز، بردم بکنم پیرهن رنگی، بر دست بزنم دایره زنگی، الان دادم بردم بکنم پیرهن رنگی، بر دست بزنم دایره زنگی، در سایه ایزد تبارک، عید همگان بابت مبارک. قربون شما، شاد باشی، زنده باشی. خب حالا شویش کردیم روی چیز سیاه. من سیاه هستم چاکرتون بهم میگم مبارک. ابرابم به خاطر مشکلات اقتصادی من از خونه بیرون کرد، گفت دیگه نوکر لازم ندارم. منم گفتم به به آزادی، تا اینکه یه کبوتر بهم نشون داد که باید سقف داشته باشد. یه کبوتر بی ادب با رنگی که سفید بود روی صورت سیاه من. هی دل قافه، دیدم که بیمایه فطیره، باید شکمو سیر کنم. رفتم دنبال شغلم و شغل جای گیر نیومدم. تصمیم گرفتم کار خودم را بندازم. تصمیم گرفتم یه آشپزخونه بزنم، جنس خوب، غذای خوب بدم دست مردم. بله، اما پول نداشتم. تصمیم گرفتم چیکار کنم؟ برم بانک وام بگیرم. پس رفتم و رفتم و رفتم و رفتم تا رسیدم به بانک. آقا سامولی علیکم. سامولی علیکم استاد. سلام علیکم. چرا داد میذاری مردک؟ خود دوستت دارم سلام میدم، نمیشنوی؟ شاید گوشهای ما نمیشنوه. پس چرا الان اینو شنیدی؟ نه قبلی رو نشنید. آقا قبلی اینم که شنیدی؟ نه قبلی قبلی رو نشنید. آقا همه رو شنیدی؟ آقا سیاه شما دنبال چی هستی؟ آقا من میخوام برم وام بگیرم. از نظر بنده ایرادی نداره، بفرمایید. چقدر راحت بود، خدا رو شکر. آقا چی میگی؟ میخواد بانک شما بگیرم. بله. ما وام میدی؟ بله. یادم باشه برای خودم هم بگیرم. زنده باشی. حساب داری؟ نه من حسابم پاکه پاکه. نه عرض کردم خدمت که حساب بانکی داری؟ نه والله نه. نداری؟ باید حساب باز کنی. باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود. باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود. آقا جان میگم باید حساب بانکی باز کنی تو بانک ما تا بتونیم بهت وام بدیم عزیز دل من. خیلی خوب، برو از اون دستگاه نوبت بگیر بیا اینجا. آقا کسی نیست که تو بانک، اینجا گوان داره حرکت میکنه مثل بیابونه. آدم نیست که من نوبت چی بگیرم. یعنی تو توقع داری بنده تمام پروتکل های اداری رو بذارم زیر پا؟ انسانیت چی میشه؟ نمیدونم مردم داره چی باشه، همه اینا رو بکنم. برو شماره تو بگیر. خانم سلام، شما شماره میدید؟ خجالت بکش آقا. نه نوبت بانک رو میگم، گفتن از شما دستگاهی شما بگیرم. ای بابا دستگاه هم مجبورن دو شیفت کار کنن. ای خدا، ای لوله گاز. نیت کن یه دونه بردار. ای حافظ شیرازی تو کاری. 110 دست شما درد، من منتظر میمونم. شماره 109 به باجه 1. خبرم منم دیگه. شماره 111 به باجه 1. خانم منو نخوندید، 110 بودم. چی نخوندید؟ من رفته بودی بیرون کار داشتی، شمارت گذشته. خانم چی میگی؟ با من همین جا بودم، شما نخوندی برای منو. دیر اومدی، نخوا زود برو. تو همین الان رسیدی، اصلا برو ته صفه بینم. خانم اینجا صف نیست، کسی نیست که اصلا. یعنی تو واقعا این هم آدمو نمیبینی اینجا؟ ای بابا چرا لج میکنی؟ آقا من اینجا نبودم. من اینجا بودم یا نبودم؟ بله بله. بیا همه بگم اینجا بودم دیگه، همه شاهدن. یعنی الان میخوای بگی من اشتباه کردم؟ بله. گوشم از توی اشتباه میکنه نمیکنه دیگه. حتما باید بزنم شیشه دستگاهتو بشکونم. چی کار کردی؟ چی شد؟ زدی مانیتور منو شکوندی. من نبودم که. کی بود؟ این همه آدمی که تو صفن، کار یکی دیگه اینا بود. الان تو اینجا آدم میبینی؟ شما چند دقیقه پیش میدیدی چه؟ تو من الان نبینم. اصلا حالا که اینطور شد من هنگ کردم. معلومه بابا، وایسا. آقا این دستگاهتون خرابه، کار ما رو ننداخت. آقا چرا فرافکنی میکنی؟ میخوای آبروی شومی ما رو ببری؟ شماره 110 به واجه 1. ملاحظ من بودی؟ این با من لج کرده. خیلی خوب، شماره چنده؟ من 110. ای خدا، یه اختلاس خیلی ریزی بوده، بنده تسلیمم. آقا چی میگی؟ شمارم 110. خیلی خوب، شماره تو بده من. هلی. الان کارتو باید راه میندازم، حساب باز میکنم. بس شما درد نکنه. خیلی خوب، مدارکی که میگم رو به من بده. بله بله. فوتوکپی شناسنامه خدمت شما. فوتوکپی کارت ملی این خدمت شما. گواهی سلامت قلب. بله. ریه. بله. دنده. شنونده. استاد دنده به دنده. استاد آقا دارم مدرک ازت میگیرم. آقا شنونده بفهمید. قباله ازدواج مادر. خدمت شما. قباله ازدواج پدر.
با هم ازدواج کردن. عجب مورد عجیبی. بله، فامیل با... موارد نداشتی؟ نه، فامیل ما کلا اینطوری هست. جدی میفرمایی؟ بله. قباله ازدواج عمه؟ بفرمایید. عمه با کی ازدواج کردن؟ با یه مرد. مردی کیه؟ آه، شوهرم همه دیگه. کلا ازدواج فامیلی موج میزن. کلا ازدواجتون فامیلی بله. شما خیلی عجیبه. قباله ازدواج عمه چاق؟ بله. عمه لاغر؟ عمه اسکینی خدمت شما. بله، عمه کوتاه؟ عمه کوتاه. عمه بلند؟ عمه بلند. آه، مثلا چقدر عمه داری تو؟ من تا یه رو دیگه هم بخواید عمه دارم. قدیما اینطوری بوده دیگه، همش عمه بوده. بابا نمیخواد برای این وام های خود این عمه نمیخواد. همینقدر کافیه. خدا رو شکر. آره. کافیه. بسیار خوب، شما این زحمت بکش، این برگه رو بگیر، برو امضاشو جمع کن، بیا وامتو بگیر. شما این عمرم بگی تنها نمونه. آخی شما مطمئنی باید این همه امضا جمع کنم؟ بله. واقعا مطمئنید؟ بله. بعید میدونم. جدی میفرمایید؟ بله. پس ما این همه واما کجا دادیم؟ آقا چی عرض میکنید؟ آخه یه لیست به من داده، باید برم کلی امضای عجیب غریب جمع کنم. دیگه منم مجبورم، چون وام میخوام باید برم. اولین جایی که باید میرفتم کجا بود؟ باشگاه بدنسازی، تا سلامت جسم منو برای گرفتن وام اشتغال تایید کنم. رفتم و رفتم و رفتم، رسیدم باشگاه بدنسازی. آقا سلام علیکم. اشتباه میزنی اضافه شو. اشتباه چیه؟ داداش من برای وام اومدم. الان آخه؟ بعد موقع ازدواج شدم؟ وام چی میخوای؟ وام اشتغاله. وام اشتغال؟ بله بله. فکر کردی الکیه این بنده خدا الان 6 ماه داره میاد اینجا؟ باید وزنه بزنی. هر ساعت کیلو 10 میلیون. الان 20 میلیون جمع کرده. آقا صدی چند؟ چند میخوره؟ بسته بابا، به هر ایرانی میگی میگه چند میخوره. ایرانی جماعت. آقا گوشه ببین چی میگم. ببینید، من با این زور و بازویی که دارم نهایتا میتونم میله رو بلند کنم، 15,000 تومان وام بگیرم. نمیشه دیگه. ای بابا، آقا یه کاری واسه من بگو، دستم به دومنت. آقا یه کاری بکن دیگه، منم بی باشه، من برات امضا میکنم. ولی تو قطعا بعدا به مشکل برمیخوری. بالا بودید؟ چی؟ چی؟ خودکار. آه، خدمت شما. بابا شما آقا دم شما گرم، خدا خیرتون بده جان. بای بای. خدافظ شما، چقدر شما مهربونید. دمتون گرم. بله، امضا رو از اونجا گرفتم. امضای دومو بعد میرفتم اداره سفته که هیچ کس تا حالا نرفته. رفتم و رفتم و رفتم و رفتم و رفتم، رسیدم اونجا. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام علیکم. آقا من امضای واممو می‌خواستم، مزاحم شدم، بعد موقعم هست. الان وقت ناهاره، نیم ساعت دیگه. یه ساعت دیگه. جسارتا مگه تایم نهار 1 تا 2 نیست؟ بله چطور؟ حالا 7 صبح. ای وای، از نهار دیروز نشستی اینجا. خوش میگذره، زود میگذره. خانواده نگران نشدن نرفتی چه؟ ای بابا، چیکار بکنش داریم بنده خدا رو حالا اومده؟ بیا خوب موقع اومدی، مادر شوهره دوست داره، بیا یه لقمه نهار. بفرما. نه 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 سهم ارباب رجوع خودمون تایید کردیم، بهش میدیم. یه کنجه توشه. هوا پیمار داره میاد، دهنش باز میشه. جوجو خواه دوخ بدم؟ نه، من دوخ شکم خالی نمیتونم بخورم. من ببخشید وسط غذام. این حداقل نگاه کنید اصلا ببینم به اینجا مربوطه یا نه. ممنون میشم. ممنون، خیلی لطف دارید. آخ آخ آخ، چی شد؟ بد شد که. چرا؟ مسئولش مدیر مالیمونه، آقای روا امروز نیومدن. بفرمایید. دل غافل. آقا دست شما درد نکنه، خوب شد معطل نموندم. با اجازه. روا منه. پشمان روا. چقدر پیر و کری و فرجود شدی. اینو بی زحمت امضا کن. چقدر شوختم. دستم چاد. آقا مگه من مردم لباسم هست؟ بفرمایید. آفرین. دست شما درد نکنه. خودکارتو بده؟ بفهمید. بگی. آقا من دهنم هم چهار ببارم. آقا نه، بسته دیگه بابا. یکی کار تموم شده. ره؟ چی؟ شما همین الان باید بری پیش مدیریت اینجا. آقا بابا شرمنده، مدیریت کجاست؟ مدیریت هم خودم هستم، با حفظ سمت مدیریت مالی. ها ماشالله، چقدر شما زحمت میکشید. امضا اینم از این. خب. خیلی خوب. دیگه کار دیگه ای نداری؟ قربون شما، زنده باشی. من این عرق پیشونی من بود. آقا بسته بابا. هی مسئول بازی در میاره. بله. نمک نشناس، نمک نشناس. خلاصه امضای اونجا رو هم گرفتم. جای بعدی که بعد میرفتم امضا بگیرم کجا بود؟ کنکور وام. بعد میرفتم صلاحیت علمیم برای گرفتن وام تایید میشد. بس رفتم و رفتم و رفتم و رفتم، رسیدم به محل آزمون.
به کنکور شفاهی وام خوش آمدید. شفاهی چرا خانم؟ کنکور کتبیه. نه خیر، سوالا امسال لو رفت، طرح سوالای جدید نوشت، وقت نکردیم برای شما چاپ کنیم. ساکت. سوال اول، ماه‌ترین، عزیزترین، نازترین داور بگو بخند که بود؟ گزینه یک نعیمه عباسی، گزینه دو نعیمه خمسه، گزینه سه نعیمه شکیبا، گزینه چهار نعیمه نظام دوست. بله خانم، نعیمه نظام دوست. نعیمه نظام دوست، ولی خانم عزیز بس این چاپلوسی‌ها. من نمیدونم چرا هر گروهی از راه میرسه با داورا شوخی میکنه برای یه چراغ سفید. داور حرمت داره. بله درست، خانم نظام دوست عزیزن، آقای خمسیر عزیزن، آقای شکیبا گلن، آقای عباسی تاج سرن، آقای روا عزیز دل، یه سفید به ما میدی؟ من که ایشون مجری هم سفید ندارم، باشه یه کسی دیگر رو باید بخارونی. این چاپلوسی خیلی بده، خلاصه خیلی بده. آقا بفرمایید، شما نه تنها لایق وام بلکه لایق گرفتن مقام و منصب هستید. بفرمایید بفرمایید. سریع تر لطفا. خیلی خوب، سوال بعدی خوب گوش کن. ناصرالدین شاه چرا؟ آقا محمد خان برایه. آفرین، درست بود. بیرون. مرسی. همین؟ بله، شما تشریف بیارین ور بشین. برای چی؟ به خاطر اینکه کارگردان گفته باید وزن صحنه رعایت بشه. شما بیاین ور بشین. میگم صحنه سنگینه. سریع‌تر. سوال بعدی، نادرشاه افشار چگونه به تخت نشست؟ خوب گوش کن. چهار زانو، چهار دست و پا، چهار پایه، چهار راه گلوبندک. نمیشه یه ذره کمک کنی؟ خانم راهنمایی نداریم اینجا. سریع‌تر. من خواهرزاده خانم نظام دوستم. خانم نظام دوست؟ آره. خب چرا زودتر نگفتی؟ یه کار بسکن، یه تکونی به خودت بده، نگم پارتی بازی کرد. چه تکان دهنده؟ عالی بود. چند ریشتر بود؟ بفرمایی شما برو بیرون، خیلی وام خوب میتونی بگیری. به خالم حتما سلام برو. حتما. خیلی خوب. سوال مارم بپرسی داره. خوب گوش کن، سوال آخره. که بود و چه کرد؟ کی که بود و چه کرد؟ اونم من باید بگم؟ نه من باید بگم. خانمی چه سوالیه؟ آروم باش، استرس نگیر. خوب گوش کن ببین چی میگم. اون آقا رو دیدی چقدر خوب جواب داد؟ آه دایی راهنمایی. آقا محمد خان برایه. نه دیگه احمد شبه. نه خیلی آقا ناصرالدین‌شاه از شما اصلا هیچی بلد نیستی آقا، وام به شما نمیدیم. هی بابا خانم، نمیخواید وام بدید زودتر به آدم بگید دیگه. آفرین، جواب همین بود. نمیخواید وام بدید؟ خب ندید. جواب درست همین بود. باریکالله، شما میتونی وام بگیری. بفرمایید بیرون. بیا برو ببینم بابا. بله بالاخره به زور و زحمت اونجا هم امضا رو گرفتم. کار بعدی که باید میکردم چی بود؟ باید میرفتم پیش یکی از اقواممون بیاد ضامن من بشه. تنها کسی که کارمند دولت بود عمم بود که راننده قطار مترو بود. بس رفتم مترو سراغ عمه. بفرمایید. آی دوستان یه لحظه اجازه بدید. میشه با پرسن چی کار دارید میکنید؟ داریم هم دیگر رو هول میدیم زودتر سوار مترو کنیم. خب ما قطار که هنوز نیومده. خب داریم تمرین میکنیم. آها مانوره، فقط چرا با خنده؟ آخه ایستگاه شادمانه. ایستگاه شادمان. مسافرین محترم لطفا از خط زرد فاصله بگیرید. بیا با فرهنگ باش. مسافر محترم لطفا از خط زرد فاصله بگیرید. قطار اومد. قطار. بعد از یک سال دوندگی همه امضاها رو تونستم بگیرم. مدارکم که جور شد دوباره گفتم برم وان کی برم بانک که چیکار کنم، کاراشو بکنم و پول رو بگیرم. پس رفتم به سمت بانک. سلام. چرا داد میزنی مردک؟ من خواهرزاده آقای شکیبام. شهرام شکیبا؟ نه، نیم شکیبا. اوه، خاک بر سر من که شما رو اینجا منتظر گذاشتم. بشینید. بشینید جان دلم، چه کار داشتی؟ هیچی وام می‌خواستم. میگفتین ما بانکو میآوردیم خونتون. چقدر می‌خواید؟ یه 700 800 میلیارد. 700 800 میلیارد. 1500 میلیارد می‌ذارم برات با خانواده‌ش از شام خاصی بری بیرون، یه خرج اضافه چیزی داشته باشی. آره، بعد فکری هم نیست. آره.
آقا شامون علیکم. سلام. من یادتون میاد؟ سلام خیر. من پارسال اومدم برای وام. ای به یاد نمیارم، زیاد میان از شماها. من عمه زیاد داشتم. ها مردک برعمه. خوبه شما. خوب جانم. آقا من همه رو تکمیل کردم، وام ما رو بدید ما بریم. ای چقدر خوب، چقدر عالی، ولی ما پول نداریم. یعنی چی؟ قبل از شما برادرزاده آقای میم شکیبا اومدن اینجا و ما کل پول رو به این آدم محتاج دادیم. اونجا بود که فهمیدم رئیس بانک با برادرزاده آقای میم شکیبا ریختن رو هم و همه پولا رو هپلی هپو کردن رفت و هیچی به من نرسید. خشم تمام وجودم رو گرفت، دلم میخواست خفش کنم، دلم میخواست بکشمش. را رفتی تو؟ چی شده؟ تو خواب را رفتم باز دوباره خواب وام داشتم میدیدم. ببینی بهت وام دادن. من شب بعدی حتما هر جور شده تو خوابم وام رو میگیرم. فکر کنم حتما تو خواب دیدی که ارباب ولت کرده که بری واسه خودت. ها آره دیگه، آزادم کرد مگه نکرده؟ ولی اشتباه میکنی، ارباب پای منتظرته، داره صدات میکنه برو ببین چیکارت داره. بالا رفتیم، دوغ بود، قصه ما دروغ بود. هیچ وقت هیچ کس چنین چیزی رو ندید و نشید و نخواهد دید و نخواهد شنید. بله من همیشه وام گرفتم. وام میخوای زنگ میزنی واسهت میارن، اصلا همه کارا سریع انجام میشه. پس بگو حالا لا 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 لا. ممنون. خب متشکرم از شما، خدا قوت بچه‌ها. خیلی ممنونم. گروه آرایه، گروه آشنایی هستن برای کسایی که بگو بخند و دیدن، چه در این فصل چه فصل گذشته. دمتون گرم. آقای ملکی کارگردان و نویسنده که نقش سیاه و حاجی فیروز رو با هم دیگه داشتن، بچه‌ها رو معرفی می‌کنم. مهدی ملکی که صحبت کرد، نیما ثبوتی عزیز، نیما قربانزاده، خانم زهرا مدبر، خانم فهیمه علی آبادی، عسل عبداللهی و محمد حسن شکیب عزیزم که نوازنده و امروز بازی هم کرد برامون. ماشاءالله زنده باد، خیلی ممنون. نظر دار شکیبا اینه ها جا؟ میم شکیبا اینه. آره آره آره. بفرمایید خانم نظام دوست. واقعا خسته نباشید، چی کار میکنین؟ هر دفعه بهتر، واقعا نمیدونم چی بگم. واقعا خسته نباشید، من دوست داشتم، لذت بردم. کلن این که خانم کمالی خیلی والی، خیلی خوب بود. بچه ها اصلا همه تون زحمت کشیدین، فکر کردین، میدونی همه چی درست بود و فقط میگم که خسته نباشه. زنده باد. نوشتم که کار آقای ملکی مثلا یعنی اصلا واقعا همه چیشون خوب بود دیگه، بازی ها خیلی خوب بود. ممنونم. سفیدم که گرفتین خانم رضوان دوست، های خمسه بفهم. ضمن سپاس برای حضورتون و تبریک برای اجرای خوبتون. کار شما یه شروع خیلی خوب داره، یه میانه خوب داره، یه پایان خوب داره. تقریبا تمام مشخصه های یک کار کمدی خوب رو داراست. این امتیاز کار شماست. یعنی کار شما برعکس خیلی از کارهایی که دیدم، یه برشی از یک کار دیگه نیست. خودش به تمامی یک کاره. یه نمایشی است که مؤلفه های یک کار دراماتیک رو داره. اصلا درام داره، شخصیت پردازی داره. برای همین نظر من سفیده. خیلی ممنون. آقای شکیبا؟ بله، و تو کار دوستان جنس شوخی هاشون فقط بر مبنای کلام نیست، یعنی از ابزار صحنه، از بازی هایی که میتونن شکل بدن توی صحنه، همه اینا استفاده میکنن. در واقع رادیویی نمیشنویم، داریم میبینیم، نمایش میبینیم. گاهی بعضی کارها رو میشه شنید. ما بچه بودیم یادم نوارای سیاه‌بازی رو هم میفروختن و ما میشنیدیم، خیلی جاهاش هم کامل میفهمیدیم، چون شاید اکت ویژه‌ای نداشت، بازی ویژه‌ای نداشت و کنش و واکنش ها در حد گفتار بود، یا تو ذهن ما این بود، چون بعدن که سیاه‌بازی خوب دیدیم، دیدیم پر از کنش و واکنشه. شما از کچتابی های زبان خیلی خوب استفاده میکنید و با اینها شوخی میسازید. این نکته بسیار خوبیه که جز ویژگی های کار شماست. کمتر دیدم کسی این کار رو انجام بده توی نمایشم، تا الان ندیدم. حالا شاید من کم نمایش دیدم، شاید هم نه، واقعا ویژگی شماست. فکر میکنم این سری یه خورده قطارمون دیر را افتاد. من یک سوم اول یه خورده خسته شدم، ولی دو سوم بعد حال کردم. بله. چه رنگی آقا؟
زنده باد سفید از شهرام شکیبا و شهاب جان. بچه ها خسته نباشید، واقعا خستم کردی دیگه، اینقدر که میگم کارتون خوبه دیگه شورشو در آوردی. آره دیگه همه رو گفتی. بزن اون آره سفیدو. آره همه رو گفتی. یه وظیفه شو بقیه بوده. دهنشو بستم اول. نیما یه چیزی بگم، فالشخونی مثل که مصریه. نیما سرایت کرد. آره صوتین فشار روش بود. آره دمتون گرم. حق دارید، درست خوب بود آقا. مرسی. سفید برام. چهار تا سفید. ماشاءالله. براشون دست بزنید. متشکرم، متشکرم. شب همه بخیر. اعلام نظرات داورا رو داریم در این مرحله که به نوعی فینال هم هست و برنده ها میرن برای فینال. فینالیست ها سخت بوده انتخاب و حیفه، یعنی همین الان میگم حیف که دوتا از اجراهامون دیگه با ما نخواهند بود. و اما اجراهای امشب، مهدی ملکی عزیز نویسنده و کارگردان آرایه، امیر حسین جان احمدی، احمد رفیع که استندآپ کمدی و شعر برای ما خوندن، داور تصمیم گرفتن این اجرا با ما نباشه دیگه متاسفانه، علی رغم شایستگی. امیر حسین عزیز به افتخارش دست بزنید. تشکر ویژه میکنم از هیئت داوران عزیز و برنامه بگو بخند که این فرصت رو به من داد. قاب سنگین رو میبینید، من در کنار احمد رفیع میارز این باخت و امیدوارم که فصل سوم دوباره منو ببینید. تشکر میکنم از منتور عزیز و مربی عزیزم مرداد جوانمردی که سخت‌کوشانه برای ما استندآپ کمدی وقت گذاشت و سرپرست نویسندگانمون خانم ناظری، به افتخارش. متشکرم، متشکرم. خوش اومدید. زنده باد. خب طبق قانون و برنامه ریزی فقط یه حذف شده دیگه اینجا داریم و دو اجرای دیگه میرن برای فینال فینالیستا که اونم مسابقه گردن کلفتاست دیگه. همین الانش هم ما یه نفر احمد تو فینال فینالیستای دور قبل بوده، آره، ولی مثلا مهدی و گروهشون تو همین مرحله خداحافظی کردن. کی ولی با ما نخواهد بود. خواهش میکنم دستاتون رو آماده کنید برای خداحافظی با یکی از اجراهای واقعا دل آدم میسوزه. بخوایم خداحافظی کنیم، احمد رفیعی به افتخاره. آقای جانم، من فکر میکنم بد نیست که یکی دو جمله توضیحی رو من عرض بکنم به عنوان ناخواسته، به عنوان حامی شعر. هی دوستان دیگه هم بیرون هم مردم میگن. ببینید واقعیتش اینه که ما سه موضوع داریم که درسته همشون وجه مشترکشون خنداندنه، ولی هر کدوم ابزاری برای خنداندن دارن و واقعا ما دیدیم که احمد عزیز برای اینکه بتونه از جمع خنده بگیره حتی از ابزاری غیر از شعر سعی کرد استفاده کنه، چون واقعیتش اینه که بضاعت خنداندن شعر همین حدوده، شما نمیتونی بیشتر از این خنده بگیری باهاش. بنابراین تو دوچرخه داری، مثلا اتومبیل داری و موتورسیکلت، اینا دارن با هم مسابقه میدن. بنابراین من فکر میکنم تا اینجا اومدن شعر خودش جایزه گرفتن شعره. بله ماشاءالله. زنده باد، متشکرم. احمد جان بفهم. بنده تشکر میکنم از این برنامه. دو سالی که در کنار دو تا برنامه‌ای که در کنار دوستان بودم واقعا یاد گرفتم. من با این برنامه دیده شدم. آدم نمک‌نشناسی نیستم، مدیون محبت و همه بزرگواران هستم. از اون بزرگوارانی که اون قسمت چای میدم تا عزیزانی که اینجا تی میزن تا همه داوران بزرگوار و عزیزی که در صحنه حضور دارن و زحمت کشون ازشون یاد گرفتیم. از تماشاگران عزیز، از مجری بزرگوار، از همه تقدیر و تشکر می‌کنم. آرزوی موفقیت دارم برای همتون. قربونت برم. متشکرم. زنده باد.
و این دوتا دستگلی که اینجا هستن به همراه گروه هایی که به نمایندگیشون اینجا حضور دارن میرن برای فینال فینالیستا. ممنون. خب متشکرم از شما، خیلی ممنون از همتون، از داوری، از متشکرم. نکته باقی میمونه، کسی چیزی داریم برای تکمیل کردن؟ خیلی بهم سخت گذاشتن، یعنی امشب خیلی سخت گذاشتن. امیدوارم که به نظرم خیلی از برنامه میبینیم شاعرامونو که اینجا هستن، مثل احمد رفیعی که جاهای دیگه دعوت میشن. امیدوارم حالا این دوستمون ادامه داره. یکی از کسایی که نظر من نسبت به شعر عوض کرد. دقیقاً. ممنونم از شما آقای همسه عزیز، آقا شهرام و شهاب گل، شما که اینقدر لطف کردید. عیدتون مبارک، ماه رمضان به همین ترتیب. امیدوارم که خوش باشین و بگین و بخندین. بابا رو از طرف من ببوسید و زنده باد به افتخار خودتون. متشکرم.